در اولین ابرروند یا مگاترند که موضوع تغییرات جمعیتیه، بریم ببینیم چه اتفاقی قراره بیفته و این تغییر جمعیتی به چه مسائلی اشاره داره و من به عنوان کارآفرین از این تغییرات ساختار جمعیت کشور و البته جهان چه برداشتایی میتونم بکنم. ببینید آقای دکتر لشکر بلوکی در این مطالعه و در این گزارشات که دو تا گزارش کاملا متفاوته، اول به حالا ساختارهای جمعیتی در ایران پرداخته و بعد در گزارش مفصلتری در مورد دنیا هم مسائلی رو برای ما ذکر کرده که من اینها رو با هم تلفیق کردم، اینجا ذکر میکنم خدمتتون. ببینید ما پیش بینی شده در سال 2050 ساختار جمعیتی ما یک چیزی شبیه به این باشه، یعنی چیزی هولوش 50 سال آینده، 30 40 سال آینده ما احتمالاً با یک کشور اینچنینی مواجهیم. جمعیت مقرری بگیر، یعنی بازنشستگان ما به 21 میلیون نفر خواهند رسید، معادل 20% کل جمعیت. یعنی تقریبا پیش بینی میشه ما تا 30 40 سال آینده 100 میلیون جمعیت داشته باشیم. اولا تعداد سالمندان به مراتب بیشتر از خردسالان خواهد بود. شما همین الان هم میبینید خیلی از خانواده و زوجینی که تازه ازدواج کردن دیگه بچه دار نمیشن، یا ترجیح میدن که در واقع بچه دار نشن، یا اگه بچه دار هم میشن با یه دونه بچه در واقع زندگی رو سر بکنن، یا عملا میبینید که ازدواجی هم اتفاق نمیفته و خیلی از جمعیت ما متاسفانه مجرد موندن. خب این نشان دهنده چیه؟ یعنی اینکه زایشی و نوبودنی در جمعیت کشور اتفاق نمیفته و جمعیت به سمت کهنسالی حرکت میکنه، به سمت پیری و سالمندی حرکت میکنه. خب این به چه معناه؟ چه فرصتهایی رو برای من به وجود میاره؟ چه تهدیدهایی رو برای من به وجود میاره؟ بریم در ادامه من میگم براتون. کاهش جدید شدید جمعیت جوان از 35% وضعیت کنونی به 27% به 26% کل جمعیت، ما تقریبا 27 میلیون جمعیت جوان خواهیم داشت. جمعیت سالمند ما افزایش پیدا میکنه، جمعیت خردسال ما کم میشه و قاعدتا جمعیت جوان ما هم کم خواهد شد. جمعیت میان سال تقریبا در حد فاصل سالهای 2020 تا 2050، یعنی تر 30 سال آینده، کمتر از 30 سال آینده ثابت باقی خواهد ماند. تقریبا 30% کل جمعیت رو به خودش اختصاص میده. متوسط سن جمعیت ایران در 2020 حدود 32 ساله که در حالا بوده که الان ما 23 هستیم 23 هستیم که در سال 2050 به 40 میرسه. یعنی ما جمعیتمون به یک جمعیت 40 ساله، متوسط سن جمعیت ما به 40 سال خواهد رسید، به میان سال خواهند رسید و پیر شدن جمعیت با توجه به روند کاهش جمعیت کشور ما در سال 1430 یکی از پیرترین کشورهای منطقه خواهیم بود. خب ببینید پس ما داریم به سمت خاکستری شدن میریم، به سمت پیر شدن داریم حرکت میکنیم، چه باب میل ما باشد یا نباشد، چه از این موضوع ما خوشحال باشیم چه نباشیم، ما داریم به این سمت حرکت میکنیم و این یعنی یک موج بزرگ در بین اجتماع، یعنی اتفاقات در واقع جدید در اجتماع ما. ما تا چند سال پیش، شاید تا 20 سال پیش جوانترین کشور دنیا بودیم، اما با توجه به تغییرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داده، متاسفانه داریم به سمت یکی از پیرترین کشورها حتی در منطقه حرکت میکنیم. خب این چه آلارم ها، چه فرصت ها و چه تهدیدهایی رو، چه هشدارهایی رو به من کارآفرین خواهد داد؟ من اگه از اینها اطلاع نداشته باشم چطور میتونم یک کسب و کار درستی رو بنا بکنم؟ بر چه مبنایی؟ که حالا ما در بخش مشتریان و در بخش بندی بازار مفصل به این موضوع میپردازیم. من باید بدانم که من با چه چیزی روبرو هستم، با چه محیطی روبرو هستم، چون قراره برای این جمعیت نازنین من کسب و کاری رو طراحی بکنم. پس کسب و کار من برای این دوستان و برای این عزیزان، برای این جامعه قراره اتفاقاتی رو رقم بزنه و باید حتما هماهنگ با این جامعه باشه. خب ببینیم این تأثیرات این روند چیه، چه فرصت‌های کسب و کاری رو برای من ایجاد می‌کنه. به عنوان یک کارآفرین من شاید در وهله اول نگران باشم، من ناراحت باشم، اما من باید باهوش باشم. من کارآفرین باید بدانم که از این تغییرات نسلی و از این تغییرات جمعیتی
چه بهره‌ای میتونم ببرم، چه خدماتی رو میتونم ارائه بکنم. اولا کاهش بعد خانوار و افزایش خانواده‌های تک فرزند و یا تک والد. بند اولو ببینید، کاهش جمعیت و تغییرات نسلی داره ما رو به سمتی میبره که اولا خانواده ها کوچیک میشن و خانواده تک فرزند یا تک والد داره زیاد میشه. اولا خیلی از خانواده ها تا اونهایی که حالا از سالهای پیش و از دهه 80 به این ور ازدواج کردن ترجیح میدن یه دونه بچه داشته باشن. الان بچه هاشون 20 ساله است و قاعدتا تک فرزندن. و از طرفی متاسفانه مبحث طلاق در کشور ما خیلی زیاد شده و بحث تک والدی هم داره زیاد میشه. بحث ازدواج های سفید داره یا سپید داره اتفاق میفته. خب قاعدتا ازدواج های غیر متعارف، افزایش سن ازدواج، اینها نکاتیه که در تغییرات جمعیتی داره شکل میگیره. افزایش تمایل فرزندان به زندگی جدایی از والدین، زندگی مجردی، به قول آقای دکتر لشکر‌بلوکی تگزیستی. خب اینها به چه معناست؟ حالا میگیم به چه معناست، ببین در ادامه قاعدتا یه سری اتفاقات برای ما رقم میزنه. افزایش رویاوری به نگهداری حیوانات خانگی، آدم ها تنها شدن میرن حیوان میگیرن، خب یک بیزینسه. کاهش بعد خانوار و افزایش خانواده های تک فرزندی به معنای توجه بیشتر خانواده ها به فرزندانه. یعنی اینجا ما میتونیم خدمات در واقع ویژه فرزندان ارائه بکنیم، از آموزش گرفته تا پرورش گرفته تا تفریح گرفته تا هر چیز دیگری. توجه ها داره بیشتر میشه به فرزندان. به هر حال یک فرزند داره، مثل قدیم نیستی که 5 فرزند داشته باشن و هیچکی نرسه در واقع ببینه پدر و مادر اصلا وقت نمیکنن ببینن فرزندشون به چه نیازهایی در واقع در حال حاضر نیاز دارن. اما تک فرزندی ها اینجوری نیستن. زندگی های جدای از والدین، خب معلومه که اون فرزند، اون شخص که داره از والدش جدا میشه، از خانواده‌اش داره جدا میشه، نیاز به یک سری خدمات داره. این آشپزی بلد نیست، این نظافت بلد نیست، این خیلی چیزها بلد نیست. یا حتی تنهاست، نیاز به همدم داره، خب میاد حیوان میگیره، نیاز به همدم داره. حالا در ادامه میبینیم میره در یک فضای سوم، مثل کافی شاپ، مثل فضاهای معاشرت اجتماعی، مثل در واقع ایونت ها و مسائلی از این دست شرکت میکنه که حالا در این بند ما میبینیم روی در واقع رونق فضاهای سوم، برای اینکه آدم ها دارن تنها تر میشن. افزایش رویاوری به نگهداری حیوانات خانگی، خب خدمات حیوانات خانگی داره افزایش میبینیم. شما میبینید به شکل خیلی پیشرونده این اتفاق داره در کشور، به ویژه در شهر تهران ما شاهد این هستیم. فروشگاه ها و کلینیک های نگهداری از حیوانات و خدمات حیوانات خیلی زیاد شده. خب اینها کسب و کارهایی هستند که میتونن ما رو در واقع به این سمت سوق بده. رونق خدمات مرتبط با تربیت فرزند که اشاره کردن در اونجا، رونق خدمات نگهداری یا رسیدگی به سالمندان. ما گفتیم جمعیت کشور داره پیر میشه، پس ما در اینجا به خدمات نگهداری سالمندان نیاز داریم. رونق مکان و لوازم زندگی تک نفره، اشاره کردن خونه ها کوچیک‌تر میشه، مبلمان و تخت خواب ها کوچیک‌تر میشن، تاشو میشن، نیاز به نظافت دارن. حالا داستان های بسیار زیادی که شما خودتون میتونید در این حوزه برید مطالعه بکنید و ایده هایی رو کشف بکنید و پیدا بکنید. رونق فضاهای سوم اشاره کردم، نیاز به خانه های کوچکتر و خدمات نگهداری از خونه ها و افزایش نیاز به غذاهای آماده و نیمه آماده. فرزندانی که از پدر و مادرشون جدا شدن آشپزی بلد نیستن. آدم هایی که تنها میشن حوصله آشپزی ندارن، یا باید برن در یک مکان سوم مثل رستوران کافی شاپ ها غذا بخورن، یا باید روی میارن به غذاهای نیمه آماده و آماده. خب ما میبینیم الان در صنعت غذا شاهد غذاهای نیمه آماده هستیم یا غذاهای آماده. خب داره رونق پیدا میکنه. آدم ها دیگه حوصله پختن غذا ندارن. خب اینها همه به معنای وجود یک سری فرصت ها برای من کارآفرینه. پس این روند پیر شدن به من کمک میکنه، من کارآفرین، اگرچه روند تیره‌ایه، اگرچه روند ناخوشایندیه، ولی من کارآفرین نمیتونم بی تفاوت باشم نسبت به این مسئله. جامعه ما نیاز به این خدمات داره. من اگر انجام ندهم دیگری انجام خواهد داد. پس بهتره من برم با یک ایده باز، با یک نگاه باز به این سمت حرکت بکنم و کسب و کاری رو طراحی بکنم که بتونه به جامعه من خدمات ارائه بکنه. یه فاصله بگیریم، یه مقدار این مباحث رو تو ذهنتون تحلیل بکنید، روی کاغذ بیارین و در واقع توصیه میکنم که ویدیوها رو وقتی می‌بینید حتما روی کاغذ یه سری ایده ها رو برای خودتون بنویسید و مطابق اون گفته های من حرکت بکنید تا بتونید در ادامه به یک فضای مثبتی دست پیدا بکنید، به یک طرح کسب و کاری خوبی دست پیدا بکنید. یه مقداری در مورد اینها فکر بکنید تا ببینیم ابر روند بعدی رو با هم مرور بکنیم.